مصطفی دانش نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-7477 kitab.com. سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه پیشنهادی آقای مسعود پزشکیان در روز چهارشنبه 21 اوت 2024، به نظر می رسید که درگیری ها بین جناح‌های اصولگراها و اصلاح طلبها کاهش یافته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت در کنار دولت مسعود پزشکیان قرار گرفتند. جامعه ایران امروز با بحران‌های شدید در سیاست داخلی، اقتصادی و درگیری‌های خارجی روبروست. تردیدی نیست که بیش از هر زمان دیگر این جامعه نیاز به عمیق‌ترین اصلاحات را داره و آن 50% از مردمی که در دوره دوم انتخابات به پای صندوق‌های رأی رفتند و اکثریت آنها به مسعود پزشکیان رأی دادند، از او می‌خواهند که اصلاحات اساسی را پیش بگیره و دست غارتگران اقتصادی که اکثریت مردم ایران را با فقر مطلق روبرو کرده‌اند را بگیره. در واقع اصلاحات اساسی در جامعه امروز ایران باید متمرکز بر روی کل سیاست‌های داخلی، اقتصادی و خارجی و تمرکز آن روی خواسته‌های قشرهای میلیونی مختلف جامعه ایران از قشرهای متوسط به فقر کشیده شده گرفته تا کارگران و دیگر نیروهای زحمتکش باشد. مشکل جناح‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران این است که با سیاست‌های اقتصادی و دادن اهرم‌های اقتصادی به دست قشری از غارتگران خامفروش و تحکیم سیستم تجاری دلال محور توانستند سرمایه‌های ملی را به غارت ببرند و اکثریت مطلق مردم محروم جامعه را به چنان فقری گرفتار کنند که نماد آن را در جنبش‌های اعتراضی و شورش‌های نوبتی در سال‌های گذشته دیده‌ایم. با انتخاب مسعود پزشکیان، آن بخشی از جامعه که هنوز معتقد است که میتواند در نظام جمهوری اسلامی اصلاحات به نفع توده‌های مردم انجام داد، برای برون رفت از اقتصاد نابسامان، مبارزه علیه حاکمیت مافیای تجاری، کوتاه کردن دست ارتجاع مذهبی در نقل حقوق اولیه زنان کشور، در موضوع آزادی پوشش و سبک زندگی نیمی از جامعه ایران یعنی زنان، به مسعود پزشکیان رأی داد. تا به حال در ادوار مختلف حیات نظام جمهوری اسلامی با تمام قولهایی که رؤسای جمهوری ایران در گذشته برای بهبودی اوضاع وخیم اقتصادی به مردم دادند، جز تداوم وضعیت فلاکتبار زندگی چیز دیگری نصیب مردم ایران نشده. آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مجلس شورای اسلامی قبل از رأی اعتماد نمایندگان در دفاع از وزرای کابینه‌اش تصریح کرد که بدون هماهنگی با بالا وزرایش را انتخاب نکرده. او به وضوح گفت که چه با کمیته ها و چه با بالا همه چیز را هماهنگ کرده. او تاکید کرد که امکان ندارد کسی را به عنوان وزیر معرفی کرده باشد که بخواهد به گونه‌ای تقابل ایجاد بکنه. پزشکیان خاطرنشان ساخت که اگر با هم باشیم قدرت ما بیشتر است. او گفت که در خصوص این افرادی که معرفی کرده حد اکثر تفاهم و توافق را با بالا داشته است. با سازمان‌های امنیتی و سپاه پاسداران تفاهم کرده و بعداً افراد را به عنوان وزیر معرفی کرده. رئیس جمهور جدید ایران در سخنرانیش بیان کرد که بیایید با هم برادر شده
و پیمان برادری ببندیم. او گفت وحدت و انسجام ما از نماز و روزه بالاتره. نماز رو برای وحدت میخوانیم. همه باید با هم پیمان بسته و به ریسمان الهی چنگ بزنیم. آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به چه کسانی میخواد پیمان ببندد و به ریسمان الهی چنگ بزنه؟ با کسانی که با جای مهر بر پیشانی خود مواضع کلیدی سیاسی، اقتصادی و نظامی را در اختیار خود گرفتند و منافعشان در غارت هرچه بیشتر ثروت‌های کشوره؟ در شرایطی که تفرقه، اختلاف میان گروه‌های سیاسی در داخل هیئت حاکمه شدت گرفته و هر گروه در تلاش تا مسئولیت بحرانی و فاجعه اقتصادی را به گردن دیگری بیاندازه و در حالی که فساد گسترده وجهه مشترک همه این گروه هاست و هر کس به فکر نجات خود، قدرت خود و منافع خود می باشد، آیا همپیمان شدن با گرگان می تونه تأثیری بر سیاست های داخلی، اقتصادی و سیاست های راهبردی به نفع مردم ایران بگذاره؟ آیا سخنان مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه 23 اوت 2024 قبل از رأی اعتماد نمایندگان به وزرایش به این معنا نیست که او خودش را فقط و فقط مجری اوامر رهبر جمهوری اسلامی میدونه و از حقوق رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی صرف نظر کرده و برای وحدت و انسجام به گفته خودش همون روال سابق به همان شکلی که بوده است را ادامه میده؟ آیا یک چنین موضع قاطعانه‌ای که مسعود پزشکیان در مجلس گرفت و چنین مدعی شد که تمام وزرای کابینه‌اش توسط رهبر جمهوری اسلامی تایید و با موافقت او به مجلس معرفی شدند، به این معنا نخواهد بود که جامعه از هر گونه تغییری در وضع نابسامان موجود که حتی اقشار متوسط جامعه که به جمع تویدستان پیوسته است از او ناامید گردد؟ آنچه را که مسعود پزشکیان در مجلس مطرح کرد و گفت که کابینه‌اش با توافق رهبر تعیین شده است، آیا بدین معنا نیست که در صورت شکست سیاست داخلی، اقتصادی و خارجی دولت، مسئولیت از گروه‌ها و جناح‌های مختلف حاکمیت که برای دفاع از منافع خود با هم درگیر هستند سلب شده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان مسئول تمام کمبودها، غارتگری‌ها، فقر همگانی شده و غیره و غیره معرفی میشه؟ تردیدی وجود نداشت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان آقای مسعود پزشکیان و به چهره‌ای که مسعود پزشکیان در مجلس از او به نمایش گذاشت واکنش نشان خواهد داد. در مبارزات انتخاباتی هم مسعود پزشکیان خودش را مدیون رهبر جمهوری اسلامی دانسته بود و گفته بود که باید از او رهبر تشکر بکنه، چون اگر رهبر نبود اسم او از این صندوق‌ها بیرون نمی آمد. به نیابت از شخص علی خامنه‌ای، دفتر حفظ و نشر آثار رهبری به سخنان مسعود پزشکیان در مجلس و گزارش‌ها از دخالت علی خامنه‌ای در چینش تک تک اعضای کابینه واکنش نشان داد. در پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری یادداشتی منتشر شد با عنوان دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه. در این یادداشت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری آمده است که یک جریان خبری در داخل ایران که از پشتیبانی رسانه‌های خارجی از کشور برخورداره در صدد الغای این ادعا است که تک تک اعضای کابینه با نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در اطلاعیه خود در 23 اوت 2024 اشاره کرده که بر حسب تکالیفی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای رهبری در امور سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی تعیین کرده است، همه دولت‌های جمهوری اسلامی در هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی وزرای دفاع، امور خارجه و اطلاعات را تعیین کرده و می‌کنند و در خصوص وزرای علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی رهبر جمهوری اسلامی حساسیت داره، ولی با وجود این در انتخاب این وزرا ورود نمی کنه. تا
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری به طور کلی تکذیب میکنه که در خصوص اکثریت کابینه وزرا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظری داشته است. در واقع آنچه را که پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری منتشر کرده در رد سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران است که در روز چهارشنبه 31 مرداد در مجلس گفته بود که همه لیست را به خامنه‌ای داده است، همه با هماهنگی و تفاهم آمدند. اگرچه شخص خامنه‌ای تا کنون کوچکترین اشاره‌ای به سخنرانی پزشکیان در مجلس نکرده، اما تردیدی نمیتونه وجود داشته باشه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هیچ گونه توافقی با سخنان پزشکیان نداره، زیرا او همیشه مدعی بوده است که نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالار میباشد و جایگاه مجلس و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی به ثبت رسیده و او به عنوان رهبر به خود اجازه نمیده که اختیارات مجلس و رئیس جمهوری را به زیر بکشه. پزشکیان به عنوان رئیس دولت 14 در مجلس شورای اسلامی در مورد وزیر پیشنهادیش برای وزارت امور خارجه آقای عباس عراقچی گفته بود که عباس عراقچی اولین کسی از فهرست وزرا بود که رهبر جمهوری اسلامی قبولش کرد و گفت خوب است. قبل از گرفتن رأی اعتماد توسط نمایندگان مجلس آقای عباس عراقچی گفته بود که برجام یا همون توافق هسته ایران با کشورهای غربی دیگر قابل احیا نمی باشد. عراقچی همچنین گفته بود که ما هیچگاه با آمریکا نمی توانیم رفع تخاصم بکنیم، اما می توانیم این تخاصم را به گونه مدیریت کنیم که مردم آسیب کمتری ببینند. بر اساس اظهاراتش در مجلس عراقچی گفته بود که برای رسیدن به اهداف باید راه بی اثرسازی و دور زدن تحریما و رفع تحریما را دنبال کرد. عراقچی همچنین در سر مجلس گفته بود که اگر روزی با آمریکا دوست شویم این بدان معنی است که یا ماهیت آمریکا و یا ماهیت جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده است. اما آقای عراقچی اکنون بعد از گرفتن رأی اعتماد توسط نمایندگان مجلس در نخستین مصاحبه‌ای که به عنوان وزیر خارجه ایران با یک رسانه ژاپنی داشته است تأکید کرده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به دنبال مدیریت تنش با واشنگتن و بازسازی روابط با کشورهای اروپایی بر اساس یک سری شروط است و به گفته وی از جمله این شروط احیای برجام و به دنبال احیای برجام رفع تحریم ها خواهد بود. در مبارزات انتخاباتی افراد مانند آقای جواد ظریف و حتی آقای مسعود پزشکیان مطرح می کردن که اساس و پایه پیشرفت اقتصاد ایران احیای برجام و در پی آن برداشتن تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا می باشه و بدون احیای برجام بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را ناممکن می نامیدن. همان زمان علی خامنه‌ای به این اظهارات ظریف و پزشکیان بدون اینکه نامی از آنها ببرد حمله می کرد. خامنه‌ای می گفت که برخی از سیاسیون چنین توهمی دارند که می توانند با آویزان شدن به این قدرت و یا اون قدرت دنیا مشکلات داخلی کشور را حل بکنند. علی خامنه‌ای می گفت که کسی که دلبسته به ایالات متحده آمریکا باشد و تصور کند بدون لطف ایالات متحده آمریکا نمی شود قدم از قدم برداشت، این شخص نمیتواند مدیر خوبی برای کشور باشد. در واقع اظهارات جدید آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران در رابطه با احیای برجام بدین معناست که جمهوری اسلامی ایران تمام پیشرفت‌های هسته‌ای‌اش که پس از خروج آمریکا از توافق اتمی برجام به آن دست یافته است را از دست بده و به برجام و غنی کردن اورانیوم با غلظت فقط 3.7% بپردازه و پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را که طبق اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی و رسانه‌های غربی که جمهوری اسلامی ایران را امروز یک قدرت بالقوه هسته‌ای می‌دانند اینا کنار بگذاره. در واقع آنچه را که عباس عراقچی در مصاحبه‌اش مطرح می‌کند
با سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و حتی با سیاست‌های هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تضاد قرار داره. آن هم در زمانی که جمهوری اسلامی در حال درگیری در یک جنگ اعلام نشده با اسرائیل و حامیان اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلستان می باشد. آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر رهبران اسرائیل باید از اینکه ایالات متحده آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی ایران را به امضای توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 متقاعد کردن خوشحال می‌شد و پس از انعقاد آن نفس راحتی می‌کشید، زیرا این توافق اتمی ایران را ملزم می‌ساخت تا ظرفیت غنی‌سازی خودش را به 3.7% کاهش بده و حجم اورانیوم غنی شدهش را پایین بیاره و بازرسی‌های گسترده آژانس بین‌المللی اتمی را بپذیره. طبیعتاً این اقدامات دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را برای مدت‌های طولانی و شاید برای همیشه غیر ممکن می‌ساخت. اما آقای نتانیاهو و حامیان تندرای وی در کنار لابی آیپک و گروه‌های تندرای لابیگرای اسرائیل در آمریکا به شدت با آن مخالفت کردند. آنها در متقاعد کردن آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا برای خروج از توافق اتمی در سال 2018 نقش اساسی را بازی کردند و باعث شدند که اکنون جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک قدرت بالقوه هسته‌ای بشه که بیش از هر زمان دیگری به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شده و عملاً در کلوپ اتمی جای گرفته. رفتار اخیر دولت افراطی آقای نتانیاهو آسیبی جدی به وجهه جهانی اسرائیل وارد کرده. پس از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل که باعث کشته شدن بیش از 1100 نفر از مردم اسرائیل و اسیر شدن بیش از 250 نفر اسرائیلی توسط حماس شد، همدردی جهانی قابل توجهی را اسرائیل و دولت آقای نتانیاهو دریافت کرد. اما با گذشت تقریبا 11 ماه از جنگ خونین در نوار غزه و در پی بمباران‌های اسرائیل کشته شدن بیش از 40,000 نفر بیگناه فلسطینی در نوار غزه، زخمی شدن بیش از 80,000 نفر و مفقود بودن دست کم 10,000 نفر و افزایش خشونت‌های شهرک نشینان در کناره باختری، موج اولیه حمایت از اسرائیل روز به روز کاهش یافته. دادستان دیوان بین‌المللی کیفری خواستار صدور حکم بازداشت آقای نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه بشریت. دیوان بین‌المللی دادگستری با شکایت آفریقای جنوبی در حال بررسی موضوع است که آیا اسرائیل در نوار غزه نسل‌کشی به راه انداخته یا خیر، و دیوان بین‌المللی دادگستری در آخرین حکمش اعلام کرد که اشغال کناره باختری، نوار غزه و بیت المقدس غربی نقض آشکار حقوق بین‌المللی ترقی میشه. ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل آقای اسحاق بن بریک میگوید که آقای آویو گالانت وزیر دفاع اسرائیل کم کم داره میفهمد که اسرائیل در باتلاق غزه در حال غرق شدنه. ژنرال ذخیره ارتش اسرائیل بن بریک میگوید که ما سربازان خودمون را در غزه از دست میدهیم بدون اینکه شانسی برای رسیدن به اهداف اصلی جنگ که سرنگونی حماس است داشته باشیم. بریک حتی ادعا میکنه که همه راه در سطح سیاسی و نظامی اسرائیل را به ورطه فروپاشی میکشونه. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش میده که دولت آقای نتانیاهو به برخی مسئولان تیم مذاکره کننده برای توافق آتش‌بس با حماس گفته است که آنها به دنبال امتیازدهی به حماس میباشند، در حالی که تنها او به منافع اسرائیل پایبنده. آقای اهود اولمرت نخست وزیر اسبق اسرائیل تاکید میکنه که آقای نتانیاهو به دنبال آزادی اسرای اسرائیلی نیست و مذاکرات ممکن است در هر مرحله فرو پاشیده و شکست بخوره. اهود اولمرت اظهار داشت که کابینه افراطی آقای نتانیاهو به سرعت در حال نزدیک شدن به جنگی فراگیر و همه جانبه است و این چیزی است که آقای نتانیاهو، آقای بن‌گویر و آقای اسموتریش
به دنبال آن هستند. خانم مارگریت موزس یکی از شهرنشینان اسرائیل که اسیر حماس بوده و در جریان عملیات تبادل آزاد شده، آقای نتانیاهو را مسئول مرگ 6 اسرائیلی میدونه که اخیراً اجساد آنها پیدا شده. خانم مارگریت موزس میگوید که او شاهد بوده است که هر 6 اسیری که 2 روز قبل اجسادشان از غزه برگردانده شد در اسارت حماس زنده و سالم بودند. او گفت که عملکرد دولت و کارشکنی آقای نتانیاهو موجب شد که آنها می توانستند زنده برگردند، اما در تابوت برگشتند. صرف نظر از چگونگی وقوع ترور هنیه در تهران که یک پیروزی تاکتیکی و تبلیغاتی برای دولت آقای نتانیاهو به حساب آمد، پیام آقای نتانیاهو به حاکمان جمهوری اسلامی ایران این بود که اسرائیل میتونه در داخل ایران مقام‌های جمهوری اسلامی را هم هدف قرار بده. از آنجایی که جمهوری اسلامی از طریق نیروهای محور مقاومتش دائما به اسرائیل ضربه میزنه و اسرائیل ابزارهای مشابه برای تلافی جویی نداره و مقابله اسرائیل با نیروهای مقاومت ایران در خارج از ایران نیز تأثیر بازدارندگی نداشتهاند، اسرائیل خودش را موظف می‌داند که در داخل ایران با فعالیت‌های امنیتی و ترور به جمهوری اسلامی سیگنالی بفرسته مبنی بر اینکه در صورت حمله ایران به اسرائیل، اسرائیل قادر می‌باشد مقامات جمهوری اسلامی در داخل ایران را هدف قرار بده. تا چه اندازه اسرائیل چنین توانایی را داشته باشد باید گفت که ترور دانشمندان هسته‌ای در تهران، ترور محسن فخری‌زاده مغز متفکر اتمی ایران، ترور سرداران سپاه در تهران و اکنون ترور هنیه رئیس سیاسی حماس در تهران نشان دهنده این واقعیت است که اسرائیل از امکانات جاسوسی و نفوذی در دستگاه‌های امنیتی و نظامی ایران برخوردار است. با این حال اسرائیل عمیقا نگران این است که استراتژی دیرینه جمهوری اسلامی ایران برای محاصره اسرائیل روز به روز تکمیل تر میشه. جمهوری اسلامی با تقویت محور مقاومتش اسرائیل را از شرق، از طریق سوریه، از شمال، از طریق حزب الله لبنان، از جنوب، از طریق صحرای سینا و از داخل، از طریق کرانه باختری محاصره کرده و همچنین نیروهای مقاومت ایران در عراق و یمن نیز به تنگتر کردن حلقه محاصره از فاصله دور کمک کردند. دولت آقای نتانیاهو حمله 7 اکتبر 2023 را نمود دلگرمی حماس به قدرت و نفوذ ایران در منطقه شرق مدیترانه میدونه. بدین ترتیب ایران و اسرائیل در چرخه از مخاصمه افتادند که با هر گامی که آقای نتانیاهو برای عدم موفقیت مذاکرات آتش‌بس برمی‌داره، این مخاصمه شدت میگیره. حملات مکرر اسرائیل به ایران، حمله به کنسولگری ایران در دمشق باعث حمله تلافی جویان ایران به نام وعده صادق در روز 13 آپریل 2024 شد و کشتن هنیه در تهران و اعلام رهبر جمهوری اسلامی که وعده خونخواهی داد و تأکید کرد که تهران انتقام خون مهمان خود را خواهد گرفت، می تواند پایان قطعی جنگ در سایه میان دو طرف را رقم بزنید و بازیگران بین‌المللی، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلستان و حتی روسیه را وارد این درگیری بکنه و آن را به جنگی تمام عیار تبدیل بکنه که میتونه پیامدهای غیر قابل تصوری برای تمام بازیگران منطقه و جهان داشته باشه. در فرصت باقی مانده از اتاق فرمان خواهش مندم که یک بار دیگه ویدیوی کتاب رو نشون بدن. قبلا به شما به درود میگم تا برنامه آینده. مصطفی دانش، نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد، از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در 2 جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید.
این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-74-77 kitab.com